همطور که خاطرتون هست توی باند تسکولات توضیح دادیم که یه قسمت داریم که مشخص میکنیم دیکلریتیولی به محض اینکه این تسکولو داره ران میشه چه بلایی سر ترانزکشن بیاد و اینکه نوع استفاده از ترانزکشنمون چطور باشه. من اشاره تقریبا کردم، اینجا میخوایم این بحث رو یه خورده دوره بازش بکنیم، بیشتر وقتش بپردازیم که چه اتفاقی داره میفته. One of the great advantages of a bounded task flow is its out of the box support for declarative transaction management. With all this support, you may end up writing a lot of plumbing code for managing transaction. یه قابلیتی که داره اینه که شما میتونید مشخص بکنید که کلن اون تسک فلویی که دارید یک ترانزکشن جداگونه داشته باشه، یعنی حتی یک ترانزکشن جداگونه ای از در واقع اپلیکیشن موجود بگیره که هیچ ارتباطی با محیط بیرونش نداشته باشه. این باعث میشه که شما هر کاری که بیرون کردین یا این سمت کردین واسه خودش یک ترانزکشن مستقل و مجزایی داشته باشه. یادتون باشه ما اینجا گفتیم که 4 نوع داشتیم که شما میتونستین ترانزکشن رو استفاده بکنید. توی نو کنترلر ترانزکشن یعنی میگفتیم که نه، من خواهم از هر چیزی که جاری هست استفاده بکنم. Always begin new transaction، همیشه ترانزکشن جدیدی ایجاد میکرد و میکنه که این حالت به درده اینجا میخوره که شما همیشه اصلا توی ترانزکشن جدیدی داشتیم دارین کار میکنید، در واقع در فریمی که داره اجرا میشه، دیتا کنترل فریمی که داره اجرا میشه باز خودش ترانزکشن مجزا داشته باشه. همیشه از ترانزکشن جاری استفاده بکنه. اگر ترانزکشن جاری وجود نداشته باشه توی حالت اول و توی حالت سوم بخواد از ترانزکشن استفاده بکنه، یا اکسپشن میگیری چون میگه که خب تو گفتی از اگزیستینگ استفاده کنم، اگزیستینگی هم نبود. existing transaction if possible یعنی اگر بود که از همون استفاده بکن، نبود یه دونه ایجاد بکن. when you mark a data control as shared یعنی توی این حالتی که ما اینجا داریم وقتی این مارک میشه به عنوان shared، the called task will reuse the same database connection instance and data control instance from the calling تست بلو. اگر برش دارم ایزولیتش بکنم، در واقع اینجا دوباره میبینیم ایزولیت بشه، یعنی اصلا دیگه ساز خودشو داره میزنه، نه با ترانزکشن بیرون از خودش کار داره، توی فریم خاص خودش داره استفاده میکنه. که خب قاعدتا وقتی ایزولیتش میکنین باید بگید که همچنین ترانزکشن جدید واسه من جنریت بکن. خودش این کارو نمیکنه، نه دیگه باید تعریف بکنی واسه، شاید نخواهید ایزوله میشه، یعنی آقا کاملا مستقل هست از یه ترانزکشن. خب حالا بهت میگم چرا. چون که شما این قابلیت دارین که دستی جایی که احتیاج دارین ترانزکشن خودتون بگین کنید، یعنی بگید که من پیج اولا خب احتیاج نداره، پیج دوم احتیاج نداره، پیج سوم. قبل از که برسی به پیج سوم میخوام یه متدی رو کال بکنی. اون متد کارش اینه که ترانزکشن نیو میکنه. حالا مثالش رو میزنم، فرض بکنید یه متد کال اینجا میذارم، منیج بینی هم ندارم، مثلا تسک این تو بکینگ بینسکوپ باشه. آره تو بکینگ بینسکوپ دیگه از همه سطح ها پایین تر. اسمش هم بذاریم مثلا بگین نیو ترانزکشن هیر هیر here. یه پس اون fixed outcomeش هم مثلا باشه به این و این هم مثلا قبل از که داری میری اینجا. حتی خب مثالمون خوب در نیومد، معمولا از یه دنه ترانزکشن باز نمی کنم برم توی یه دنه definition میگه مثلا برو تو هوم و این هم کامش. اما داخل این چطوری این کار رو بکنید؟ نحوه کودینگش این شکلیه: binding context .getCurrent.get
get current data control frame. خب نیمش رو به همون بده، بعد find data control frame داریم. پس قبلش نیمش رو باید بگیریم. خیلی جالبه این API، نه از همونجا نمیدونیم مستقیما مثلا چیز بکنیم. get data چی نوشتم درست در اومد؟ get current data control frame data DCF. من یه چیزه بی خودی حساس میشم نه؟ find data control frame، یعنی در این فریم خاص به من data control همو بده. با این اسم findش میکنه. خب این چی به اون پس برمیگردن data control frame و DC frame و اینکه کدومون هم قشنگ تر بشه. اینا اسمشو میذاریم Ctrl Alt R، اسمشو میذاریم F مثلا STR. رینیم میکنه هم اینا همون جایی که یوز شده، ریفکتورش میکنه. حالا DC frame dot begin transaction، یه ورودی هم میخواد. این ورودی هم مستقیم هم میتونید بگید new transaction properties. حالا میتونید برید API‌اش هم مطالعه بکنید که چطوری اینترفیس نه کلاسه، کلاس ها رو فقط نیو کردم، فقط is read only داره یا نداره. مثلا میتونید بگید که ترانزکشن هم فقط میخواد خوندنی باشه. مثلا نگاه کنید همین DC frame قابلیت دات کامیت هم داره، رول بک هم داره، یعنی در حد این فریم من رول بک. پس اینجا من میتونم بگم اولا ایزولیت باشه، وقتی خواستی بری تو پیج فلان نشون بدی قبلش مثلا بگین ترانزکشن رو. اینطوری میتونید دستی ترانزکشن در واقع اون رجنی که میخوایم یا منظورم هم تصویلی که میخوایم هندلش بکنید. اما چه اتفاقی پشت صحنه میفته؟ During the before restore view، یادتون میاد که کیه restore view؟ زمانی بود که پیجتون کامل داشت تریش توی حافظه ساخته میشود. Phase of the JSF lifecycle، the framework creates a new root viewport for the top level page. اولا که یادتون پیج top level میسازه. During the viewport initialization، the framework will build a data control frame to hold data control and bind containers using the root viewport parent page. به ازای اون پورت هایی که داریم، به ازای اون ریژن هایی که داریم، ممکنه هر سری دیتا کنترل های فریم های مجزایی ساخته بشه. During the render response phase، if the child task below is configured to share data control زمان render response with the calling task below، then the framework will use the data control frame from the parent page. یعنی اگه شما گفته باشید که آقا آره من میخوام شیر باشم، دیگه دیتا کنترلی واسه این ساخته نمیشه، دیتا کنترل پدر همیشه در نظر گرفته میشه، یا اون پیجی که داخلش وجود داره، یا اون تاسک فلو که کالش داره میکنه. If the transaction for the task flow is set to always begin new transaction، then the framework will open a new transaction to the data control frame. و باقی ماجرا هم دقیقا همون چیزی که گفتیم. کامیت و رول بک هم که روی تمامی اون عناصری که میخواین میتونین انجام بدید. و اینم کد بگین ترانزکشنی که الان هم با هم دیگه کار کردیم. پس ببینید که یه جاهایی داره دیگه پاشو از گلیمش میذاره اون طرفتر تصویر ها، یعنی واقعا ممکنه یه جایی به دردتون بخوره. اونجایی که شما نگران ترانزکشن هایید و ترانزکشن هایی که بین پیجاتون یک تاه، بین این پیج و اون پیج حرکت میکنید، میبینید هنوز اون روی که توی اون پیج قبل ایجاد کرده بودین وجود داره. خب اینجا میتونید تسکل هایی بسازید که تو فاینالایزرش بگید هر اتفاقی افتاد فریم من رول بک کن.
اما چه باند تسفلو از بین میرن؟ The bond tassello become eligible for garbage collection in the following scenarios. توی این حالت ها garbage میشه و مموریش کاملا از توی JVM ریلیز میشه. بین تسفلو return activities execute. وقتی که خودتون به یه حدی رسید که رسید return که حالا میدونید که این return دوتا حالت ممکنه commit رول هم داشته باشه. When the region holding a tassello reference switches تو نیو تاسک فلو یا تونه داینامیک رژن مینداختیم، گفتیم بر اساس این شرایط برو این رژن رو لود بکن، اگه این شرایط یه لحظه چنج بشه این رژن سویچ بکنه روی مثلا اون یکی تاسک فلو جانبی اون قبلیه، سریع آماده گاربیج کالکشن میشه، دقیقا تمام این پوینتر ها و ریفرنس هاش در واقع کنار گذاشته میشه. و این کار قطع زدن هم وجود داره، یه لحظه رو خود خود اگه یه لحظه خود عوض کنه نه، مگه اینکه شما درست سیستم پارشال تریگرش رو فعال نکرده باشه. خیلی مهمه پارشال تریگرش، ولی تو خوب کار میکنه. حالا توی تیونینگ میرسیم که بهتره تا اونجا که میشه حالا همرم یه تسفلو نکن، چون تسفلو پرفومنس رو قاعدتاً به خاطر کانفیگوریشنشون، اینیشیالایزیشنشون و غیره میارن پایین تا جایی که میشه از همون پیجای معمولی استفاده بکنین. اما من جاهایی دیدم که کلن تمام سیستمشون رو گذاشتن دیگه رو تست بلو، یه دیگه همه جا دارن از این موضوع استفاده میکنن. حالا باز هم برمیگرده به معماری اون در واقع اون سیستمی که دارین شما طراحی میکنین. پس این یه موضوع. بله. When the user navigates away from the parent page that contains the task below، همینی که الان گفتیم از توی چایلد دست بلو یا پرنت رو کال میکنیم، پس کارمون با اون چایلد تمومه دیگه قاعدتا. پس این هم چیزی میشه When a pop-up displaying a task below is dismissed by the user، وقتی که تو حالت دیالوگ رو میبندید دیگه کار task below خاتمه پیدا میکنه و کار ما هم خاتمه پیدا میکنه.